درود میگم به همه بینندگان عزیز، کسانی که بیننده برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند در سراسر گیتی. بحث بعد جستار امروز ما در مورد آیین مزدی اسنا هستش با حضور دکتر آرتمیس اهورا. سپاسگزاری میکنم از بانو آرتمیس اهورا و خوش آمد میگم بهتون. خیلی خوش اومد. سپاسگزارم ازت بانو افسانه گرامی، درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه امروز، چه کسانی که اکنون ما رو میبینن و چه کسانی که پس از این ما رو خواهند دید. امروز همونجوری که شما گفتید میخوایم در مورد آیین مزد یسنا صحبت کنیم، یا همون چیزی که ما به عنوان آیین زرتشتی میشناسیم. اگر که دوست دارین آغاز کنم. بله، در خدمتون هستم آرتمیس عزیز. فقط یک بحثی که هستش، آیا آیین مزدی اسنا با آیین‌های دیگر ایران باستان، چون این سوالی بوده که بعد از برنامه قبل چندین تن از من پرسیدن، در تضاد هست یا خیر؟ اگر این رو هم در لابلای سخنانتون بهش می‌پردازید سپاسگزار میشم. فقط صرفا بخاطر چون توضیح دادی جلسه قبل، منتها چون دوستان پرسیده بودن یه توضیح بیشتر اگر مهر کنید و بدید. حتما حتما، اتفاقا این نکته است که حتما در برنامه امروز بهش اشاره میکنم. خب سپاس از همگی کسانی که به این برنامه توجه میکنن. آیین مزد یسنا همونطوری که خب میدونیم بنیانگذار این آیین زرتشت سپیدمانه. ایرانیان این آیین رو به نام آیین زرتشت میدونن، ولی خب زمانی که خود زرتشت زندگی میکرده به این آیین که آیین زرتشت نمیگفتن، آیین مزداپرستی یا آیین مزدیسنا نامیده شد. زرتشت همونجوری که هممون میدونیم خب ایرانی بوده، زبانش هم زبان ایرانی بوده و در فرهنگ ایرانی بالیده بوده. زرتشت خردمند در واقع نخستین فیلسوف جهان شمرده میشه که تاثیرگذاریش روی تمام فلاسفه غربی، به ویژه حتی نخستین فلاسفه یونان و روم مانند ارسطو و افلاطون که بنیانگذاران فلسفه در غرب هستند، هم تاثیر گذاشته. چرا؟ چون میدونیم که زادسال این ابرمرد چیزی حدود 3700 و اندی و برخی نزدیک 4000 سال اونو میدونن، اما همون 3700 و اندی رو هم که در نظر بگیریم، باز زرتشت بیشتر از 1000 سال پیش از ارسطو و افلاطون بوده و در نتیجه تأثیر نگاه فلسفی زرتشت روی در واقع بنیان فلسفه غرب و بنیان فیلسوفای اولیه غرب هم آشکاره. همون گونه ای که پژوهش‌ها نشون میدن، در واقع از اندیشه و فلسفه زرتشت بنیاد باورها و تجزیه و تحلیل‌های غرب بسیار وام گرفته شد و زرتشت بر اندیشه فلسفی اونها تأثیر بسیار زیادی داشته. ما میدونیم که پیش از دوران زرتشت آیین‌هایی مانند آیین مهر که بزرگترینشون بوده، ولی آیین‌های دیگری هم وجود داشتن مانند آیین زاروانی یا زمان اکران زاروانا یا زمان بیکرانه. اکران از همون کران میاد، اکران کران یعنی پایان، اکران یعنی بی پایان، اکران زاروانا یعنی زمان بی پایان یا زمانی که سر و ته نداره، و برای همین جهان رو به صورت سایکلیک یا دایره‌ای در نظر می‌گرفتم، یعنی هیچ معلوم نیست اول و پایان جهان کجاست، این زمان همینطور چرخونه و معلوم نیست آغاز و پایانش کجاست. بنابراین این آیین زاروانی هم یکی از آیین‌هایی بوده که آیین‌های ایرانی است که در پیش از زرتشت در بخشای از ایران حضور پررنگ داشته. گفتیم آیین مهر آیین غالب بوده، ولی آیین‌های دیگری هم بودن مانند مثلا ایزد مهر، ایزد آنایتا، ایزد ایشتر یا باران، و همه اینها وجود داشته، هر کدوم در بخش‌های از ایران باورمندانی داشته
اما زرتشت هنگامی که میاد و یزدهای گوناگونی یا این ایزدهای گوناگون رو میگذاره کنار و میگه اگر بناست که ما برای این جهان آفریدگاری در نظر گرفته بشه، بایستی از همه داناتر و بزرگترین دانا باشه. اهورا که میدونیم معنی دانا میده، از واژه آسورای سانسکریت میاد، اهورا یعنی دانایی، دانش، و مزدا از زیادی هر چیز حکایت میکنه. بنابراین زیادترین دانا یا داناترین یا دانای بزرگ میگه باید اگر قرار هست آفریدگاری برای این جهان وجود داشته باشه، باید از همه داناتر باشه و دانشش بیشتر از همه باشه. خب برای همین آمد و این ایزدان گوناگونی که در بخش‌هایی از ایران هر کدوم وجود داشتن، البته تمام اینها هم مفاهیم انتزاعی بودن، ولی مفاهیم انتزاعی بزرگی بودن در ذهن مردم. مثلا مهر رو برای این ایرانیان بهش باور داشتن که سمبل نور و روشنایی و گرما بوده و زندگی از مهر یا خورشید در می اومده. اگر خورشید نبود همه چیز از سرما می مرد و نور که نبود همه چیز از بین می رفت. همین گونه بود آب، ایزد آنایتا که ایزد آب هست، یا ایشتر باران، یا اون زاروان که زمان بیکران است. تمام اینها یه سری مفاهیم کلی، ولی در واقع اینها بت شمرده نمی شدن. ایرانیان هیچ وقت بت پرست و بت پرستی نمی کردن و بت پرست چیزی که دستاز خودشون باشه رو بپرستن و این حرفا نبوده در کارشون. متو زرتشت همه اینها رو میذاره کنار و میگه اگر قرار هست آفریدگاری برای این جهان در نظر بگیریم، باید یک آفریدگار باشه که تا اون زمان در جهان سابقه نداشته، تک ایزدی، و اون هم باید داناترین دانایان باشه. خب برای همین هم زرتشت میاد دلداده این دانای بزرگ میشه. در واقع میگه اگر که یک آفرینندهی به این دانایی هست، خیلی باید جاذب باشه، جذابیتش خیلی زیاده. چرا؟ چون میگه که کسی که احتمالاً این جهان رو آفریده و داناترینه، در واقع نیومده زرتشت باور داشته باشه مثل ادیان ابراهیمی که بعد از اون میان که بگه کسی که از همه قوی تره، زورش بیشتره، مثلا هر کاری که بخواد با زمین و زمان میکنه، یا از این حرفا نمیزنه. میگه که او کسی است که سزاوار نام آفریدگاره، بنابراین از همه داناتره و همه آنچه که هنجارهای این هستی هست رو احتمالاً اون باید آفریده باشه. تمام این قوانین، هنجارهای هستی، یعنی قوانینی که در هستی حکم فرماست که هستی داره به این دقت و به این نظم روی اونها حرکت میکنه، قوانین فیزیک، شیمی، ریاضی، بیولوژی، ستاره شناسی و امثال اینا، اشا ایجاد میکنن، یعنی ساینس در واقع اشا ایجاد میکنه. بنابراین زرتشتی که دلداده این اهورامزدا یا این بزرگترین دانا میشه، گادهای خودش رو به او پیشکش میکنه. ببینید خیلی جالبه ها، گادها نه وحی، نه از آسمون به زمین اومده، نه هرگز زرتشت ادعا کرده که یک پروردگاری اومده منو فرستاده که برای شما پیام بیارم و الهاماتی به من شد و از این برنامه ها نداشته، بلکه پیش خودش میگه اندیشه های من به عنوان یک فیلسوفه که به آن داناترین دانایان پیشکش میکنم. یعنی در واقع از زمین به آسمان گات ها سروده میشه، از سوی یک فیلسوف به داناترین دانایان، برعکس همه ادیان که دقیقا از آسمون به زمین وحی و کتاب میاد و خدا براشون بکن نکن میکنه. از دیگر داده های آیین مزدیسنا به جهان اینه که از اون جایی که انسان دانشمندی بوده زرتشت و فرهیخته بوده و با بررسی جهان پیرامونش به این نتیجه رسیده بوده که جهان بر اساس یک قوانین منظم و هنجارهای خاصی میگرده، میگه که این موجب نظم جهانه، این اشا موجب نظم جهانه. این واژه اشا در سانسکریت ریتاست، ریتا همون اشاست، آرتا هم همون محسوب میشه و برای همینم نام آرتیمیس بوده، در واقع آرتا امشا بوده، یعنی امشاسپندان دانا یا بهترین دانایان، بهترین دانایی.
و برای همین جالبه که میگه که اشا یعنی هنجار و ان اشا یعنی هرج و مرج، و این واژه ان اشا به غرب میره به نام آنارشی که به معنی هرج و مرجه، و آنارشیزم و آنارشیست فردی که دچار هرج و مرجه یا هرج و مرجگراست. از زبان و فرهنگ فارسی باستان ما این واژه به غرب میره. بنابراین زرتشت میاد و میگه که خب پس هنجارهای زمین اشاست و ان اشا هر چیزیست که برخلاف این نظم موجود در طبیعت و هستی عمل بکنه. بنابراین چون اهورامزدا سمبل دانش و بهترین ها و ایجاد اشاست، اهریمن میشه سمبل هرج و مرج جهان، یا خشمی که ممکنه وجود داشته باشه، یا بدی‌ها و پلیدی‌ها و زشتی‌های جهان میشه اهریمن، و اهورامزدا سمبل همه روشنایی‌ها و دانایی‌های یا اشای ایجاد اشای کره زمین و همه هستی است. بنابراین زرتشت میاد دعوا یا به اصطلاح وداها یا دعاهای آیین مهر رو میگذاره کنار، و به جای اینکه فقط زادروز خورشید در زمین جشن گرفته بشه که همون یلدا یا شب چله ماست، میاد گاهنبارها رو جشن میگیره. یعنی چی؟ یعنی همه مناسبت هایی که در جهان در فصل ها و زمان های گوناگون سال ایجاد تولید ثروت، برکت، محصولات کشاورزی و چرخش زیبای زمین و زمان رو نشون میده، اینها رو میگه بایستی جشن گرفت. بنابراین نه فقط زایش مهر، بلکه همه جشن‌های دیگری که اشاهای گوناگون یا سیستم هنجارهای گوناگون هستی رو جشن می‌گیره، وارد آیین مزدیسنا میشه، مثل فصل‌های گوناگون و امثال هم. و این مناسبت‌ها همه طبیعی‌اند و بر اساس هنجارهای زیست‌بوم به ویژه ایران بودند. زرتشت در می‌دونیم که گیاه‌خوار بوده. زرتشت به شدت بر هنجار زیست بوم تاکید داشته و بایستی زیست بوم رو نگهبانی کرد، و همه جانداران پیرامونش علاوه بر انسان، تمام جاندارانی که در جهان هستند، در پیرامون انسان هستند، گیاهان، جانداران، حتی آب و خاک و هوا و آتش، بایستی ارج گذاشته بشن و از بین نرن، نابود نشن و تخریب نشن. بنابراین در بخشی از گاتها زرتشت از یمه یا همون جمشید نام برده و ازش گله میکنه، چرا که ایرانیان باور داشتن که جمشید بوده که آتش رو کشف کرد و خوراک ها رو پخت و گوشت خاری رو در واقع به انسان ها آموخت. زرتشت خوردن گوشت دیگر جانداران رو دوست نداشت و اون رو بی ارج کردن آفریده های اهورامزدا میدونست، در حالی که در آیین مهر پیش از آیین مزدیسنا قربانی کردن یکی از اصل هایی بوده که بهتون گفتم در روی محرابه ها گاوی رو همواره زمین می زدن و گوشتش رو کباب می کردن و همه افراد در محرابه که برای ستایش آیین مهر نیایش های مهری جمع می شدن اون کباب رو می خوردن. زرتشت میاد و این کار رو نهی می کنه، و از آن زمان در فرهنگ ایرانی قربانی کردن جانداران برای نیایش ها مردود و زشت و پلید شمرده میشه. و میبینیم که پس از اسلام که این آیین عید قربان و کشتار میلیون میلیون حیوانات باب شد، کاملا برخلاف اندیشه و منش ایرانیان پیش از اسلام و ایران، نگاه ایرانی و زرتشتی بوده در واقع. خب بنابراین یکی از پس چیزهایی هم که باز در داده های آیین مزدیسنا هست اینه که ایرانیان بایستی همه زیستون و طبیعت و همه جانداران گیاهان رو نیک نگه دارن و بی ارج و قربشون نکنن و اونها رو از بین نبرن. خب بعد از شما دارم در بین صحبت هاتون اگر اجازه بدیم بپرسم. بفرمایید. بر خود من این پرسش هست که شما بیننده بکنید که بعدا برنامه رو میبینن هم مطمئنا پاسخشون رو خواهند گرفت. یکی اینکه جایگاه انسان
نسل اهورامزدا به چه شکل هستش نسبت به ادیان دیگه، مثل خب مسیحا باور دارن که فرزند خداوند هستن، مسلمانان باور دارن که بنده خداوند هستن، حالا دیگر ادیان به شکل‌های مختلف که ما الان دو تا آیین مطرح الان همون مسیحی اسلام و تقریبا یهودی ها هستن. تو این سه تا رو با هم مقایسه میکنم و یکی پرسش بعدی من اینه که جایگاه موسیقی در آیین زرتشتی یا مزدیت کجا قد دقیقا خواهش میکنم. ببینین در باور مزده اسلام انسان آفریده است که همراه، همکار و قرار همپای اهورامزدا به نگهداری از هستی و آباد ساختن هستی کمک کنه. یعنی اهورامزدا اون به اصطلاح داناترین دانایانی که ما در باور مزده اسلام یا نگاه ایرانیان داشتیم آمده و تقسیم قدرت کرده، گفته من اگر این انسان آفریدم این انسان رو برای خوشنودی خودم نیافریدم، مانند ادیان دیگه که میگن خدا یا الله یا یهوه یا لرد در آیین مسیحیت یک موجودی است که انسان یا بردشه یا بندشه یا گوسفندشه. خب در آیین مسیحیت انسان یعنی مسیحیان اعتقاد دارن ما شبانمون عیساس و ما هم گله گوسفندی، یعنی در این حد. در آیین اسلام هم که انسان بنده خداست، بنده در حدی که باید تسلیم باشه، دستاش بالا باشه و هر کاری میکنه فقط برای خوشنودی اللهه، هر کاری الله گفته بکنه، هر کاری گفت نکنه. در نگاه زرتشتی تفاوت بسیار بزرگی هست، انسان برده و بنده و زیر دست و تو سری خورده اهورامزدا نیست، انسان رو اهورامزدا در این جهان به عنوان همکار خودش برگزیده که همراهی کنه و سازندگی کنه و آبادسازی کنه و در نگهداری هستی و در نگهداری جهان و همه آنچه که در اون هست تلاش کنه و بهترش کنه و زیباترش کنه و دست اهورامزدا باشه در واقع در روی زمین. و در این حال این انسان هم اشرف مخلوقات نیست، مانند ادیان مثلا اسلام که میگه اشرف مخلوقات، بعد از اون طرف هم برده خداست. در همچین تناقض و پارادوکسی ما در باور زرتشتی یعنی آیین مزده اسلام نداریم. انسان نه تو سری خور خداست، برده و بندشه اصلا، ولی محور آفرینش هم نیست. چرا؟ برای که همو اندازه که انسان اهمیت داره اسب و گاو و نمیدونم سگ و جانداران دیگه هم به همون اندازه مهمن و انسان قرار نیستش که چون من اشرف مخلوقاتم هر کاری میخوام با بقیه بکنم، حیوانات رو بکشم، درختان رو قطع کنم چون من اشرف مخلوقاتم، چنین چیزی نیست. انسان بایستی به همون اندازه‌ای که خودش برای زندگی خودش اهمیت داره بایستی در تمام محیط زیست بوم خودش از همه آنچه که در زیست بوم هست نگهبانی و نگهداری و پاسداری و پاسبانی کنه. و از این روی هم هست که آفرینش در اگر دقت بکنید در باور زرتشتی زمین تا آسمون با آفرینش در آیین مزده اسلام فرق میکنه با آیین‌های ابراهیمی. در آیین‌های ابراهیمی میگن خدا اول آدم آفرید، بعد یه تیکه گل زیادی هم موند اونجا، حالا در برخی از آیین‌ها میگن از دنده چپ مرد، در بعضیشون میگن نه یه تیکه گلم زیاد اومد، از اون یه تیکه گلم یه زن ساخت. در حالی که در باور ایرانیان اعتقاد دارن، چون ببینید اینا یه جوری به بیگ بنگ هم اعتقاد داشتن، یعنی اینو میفهمیدن که انسان یهو همین جوری از آسمون و زمین نیفتاد رو کره زمین. میگفتن اولی که جهان ایجاد شد گیاهان روییدن، دو گیاه مشی و مشیانه در کنار هم روییدن که یکیشون سمبل نر بود یکیشون سمبل ماده، یعنی یکیشون میل بود یکیشون فیمیل بود و اینها به هم تابیده شدن و اینها دقیقا همون حالتی که گیاهان زاد و ولد میکنن که مثلا گرد افشانی میکنن و دوتا گیاه نر و ماده همیشه وجود دارن که گیاهان رشد میکنن، درختان، گیاهان، همه اینها
این باور رو ایرانی ها داشتن که انسان اینگونه ایجاد میشه، یعنی از مشی و مشیانه، یعنی این نشون میده که نشون میدن که انسان قبل از انسان گیاهان رویدن و جنسیت ها بوده، اینجوری نبوده که هیچی در جهان جنسیت نشه، یهو یه مرد و یک زن از بهش تلاپی مثلا افتادن وسط کره زمین، اونجوری که ادیان ابراهیمی اعتقاد دارن، از بهش بیرونشون کردن و زدن بیرونشون کردن. چرا؟ چون اونا دنبال آگاهی بودن، خدای اونا مثلا آگاهی رو دوست نداشت. چون سیب حالا اصلا اون جریان سیب در آینه زرتشت کجا هستش؟ اصلا نداریم، ما چنین چیزی رو نداریم. ما آفرینش رو به مبنای مشی و مشیانه میدونیم، یعنی میگیم گیاهان رویدن و گیاهان به هم پیچیدن و ازشون یک گیاه مرد یک گیاه زن و اینها به مرور تبدیل شدن به انسان. یعنی دقیقا اینا دارن چرخه دگردیسی داروین رو تایید میکنن که یک بیگ بنگی بود و موجودات تک سلولی و بعد موجودات پرسلولی تر و بعد بالاخره گیاهان و بعد گیاهان اومدن رشد کردن جنسیت دار شدن و بعد جانوران یواش یواش اومدن. یعنی اینو یک جوری در 4000 سال پیش ما نگاهمونیم. ادعایی هم در آیین زرتشت نیستش که ما خدا بر ما وحی فرستاده و ما اصلا زرتشت هیچ جا اعلام نمی کنه من پیامبرم و از سوی خدا اومدم. همواره خودشو یک خردمند، یک فیلسوف، یک دانا و آموزگار خردمندی میدونه که میگه من نشستم اندیشه کردم، دیدم اگر که این جهانو باید کسی آفریده باشه، ایجاد کرده باشه، باید داناترین باشه، چون این همه سیستمی که در این جهان هست بدون دانش نمیتونه با هم دیگه کار کنه. ببین چقدر ایرانیان دانش براشون مهم بوده و چقدر خردمند بودن، نمیدونم فکر کنن عجی مجی لا ترجی یه جهان تو 7 روز، حرفی که یهودیت میزنه، 7 روز جهان، خدا 6 روز جهان ایجاد کرد، روز هفتم هم خسته شد افتاد خوابید، اون روز شد جمعه. باورتون میشه؟ یعنی اینقدر احمقانه اینا باور داشتن. 6 روز خدا تونتون جهان آفرید، روز هفتم هم خسته شد پشت افتاد خوابید، خدا افتاد خوابید، اون روز شد روز تعطیل هفته. در حالی که ایرانیان اصلا چنین چیزی باور نشه. ایرانیان اعتقاد داشتن که جهان ریزه ریزه شکل گرفته و بعدم انسان‌ها دقیقا از مشی و مشیانه داره نشون میده که تکامل یا دگردیسی رو در جهان میدونستن، انگار که یک چرخه ای انگار وجود داشته، نمیتونه انسان یهو به عنوان مثلا یک موجود به این باهوشی و به این تکامل یافتگی یه مرتبه از هیچی مجیلا ترجی افتاده باشه پایین. بنابراین هم هست که میبینید در مراسم 13 به در ما برای باز شدن بخت که چمن و سبزه رو گره میزنن، این سمبول مشی و مشیانه است. یعنی دو تا گیاه رو به هم پیوند میزنن که سمبولی باشه برای پیدا شدن یک همسر یا یک زوج مناسب برای اون یک نفر دیگه که تنهاست. و ببینید چقدر این دین در برابری انسان ها توجه داشته. هیچ جایی در باورهای ایرانیان و زرتشتیان، یعنی باور خود زرتشت و ایرانیان، زن از بدن مرد و از اضافاتی اگر ایجاد شد، اصلا چنین چیز نیست. زن از اول وجود داشته، چون گیاه مشی و مشیانه دو تا گیاه مستقل از اول بودن، نگفتن این مشیه بوده بعد مشیانه از بغل اون ایجاد شده، گفتن این دو تا گیاه بودن بعد اینا به هم پیچیدن و رفتن بالا و از نتیجه اینها شد انسان‌ها به وجود آمدن. یعنی این نشون میده دگردیسی. بهشت و جهنم در آینه احضر. آره بله، ما در واقع چنین چیزی رو ما نداریم در سرودهای گاتها، چون من می‌خواستم حالا براتون توضیح بدم که خود اوستا از 5 بخش درست شده. یک بخشش که خیلی بخش کهنی است، زبانش جدیدتره، ولی تمام فلسفه آیین‌های ایرانی پیش از دوران آیین مزده اسنا توش هست، اسمش یشت هاست. در یشت ها ما درباره همین آیین مهر، درباره آیین زروان، درباره ایزد آنایتا، ایشتر و آتور که همه آتش هست، آتور پادگان که میگن آتش بانان و اینها، درباره اینها همه صحبت شده در بخش یشت ها. و بعد در بخش گات ها که سروده های خود زرتشته، زبانش از یشت هایی که به ما رسیده کهن‌تره، زبانش فارسی باستانه،
و بیشتر نزدیک به زبان در واقع زبان اوستایی، خیلی نزدیک به سانسکریت، یک درجه بعد از سانسکریت زبان اوستایی و بعدش خود زبان‌های باستانه. و می‌خوام بگم که اول یشت‌ها داستانی از باورهای ایرانی است، ادیان ایرانی یا باورهای اسپریچوال و به اصطلاح روحی و عرفانی ایرانی‌ها رو نشون می‌داده. بعد گات‌هاست که از همه گات‌ها فقط 17 سروده به دست ما رسیده که مستقیما سروده های خود زرتشت با همون زبان دوران زرتشت، زبان 3700 سال پیشه و خیلی آهنگین و چامگونه است، برای که ایرانیان زبانشون زبان آهنگین بوده. هنوز ما در بخشای از ایران واژگانی که استفاده میشه بسیار آهنگین، مانند شمال ایران که خیلی دیرتر از بقیه جاها مسلمین بهش دستیابی پیدا کردن. اگر دقت کنین نامها در شمال صفت و موصوف هایی که به کار میبرن خیلی آهنگینه، مثلا میگن سیاه بیشه، میدونین، مثلا میگن نازنین کلا، مثلا میگن فلان، یعنی بیشتر آهنگین نام ها. ایرانیان زبانشون زبان شعر و چکامه بوده و ایرانیان خیلی آهنگین و ترانه‌گونه صحبت میکردن. از این روی هم گات های زرتشت خیلی آهنگونه است، خیلی شعرگونه است و اینها سروده های خود زرتشتی که در اونها خودش اندیشه هاشو بیان میکنه و اینها رو تقدیم میکنه به اهورامزدا. مثلا میگه اهورامزدا نگهبان سرزمین من باش، ای اهورامزدا مثلا به من و مثلا زنان و مردان سرزمین من مثلا خرد رو کمک کن که دروغ نگن، خردمند باشن، راه رستگاری و خوشبختی رو برشون و آرامش به آرامش برسن. و حرفایی که میزنه کلن به حالت سوال و جوابه و خودش یه پرسش رو مطرح میکنه، خودش با اندیشه خودش اون پرسش رو پاسخ میده در واقع، و همه این کتاب پرسش و پاسخهای خودش رو به نوعی پیشکش کرده به اهورامزدا، از زمین به آسمان. نه وحی هست نه از آسمان به زمین اومده، نه همچین ادعایی هم هرگز خود زرتشت کرده که من پیامبر خدام از اون بالا اومدم و این چیزا به من وحی شد. بنابراین در بخش گاتا که کهن‌ترین بخش بازمانده از خود زرتشت هست، این 17 سروده مستقیما درباره نگاه های ایرانی، فلسفه نگاه ایرانی، زندگی ایرانیان و سیستم اندیشه ایرانیان رو شما به صورت دستبندی شده و کاتگورایز میتونید در گات ها ببینید. بخش دیگر اوستا که خیلی بخش مهمی هم هست در واقع یسناها هستن. یسناها هستند. در یسناها یک مجموعه از عبادت ها یا نیایش هایی هستند که اینا همزاد هستند با سانسکریت، مثل ریگوداهای هندی، و 72 تا بخش تشکیل شده یسناها. یسناها این عدد 72 ای که بعدن ایرانیان آوردنش تو آیین شیعه و گفتن 72 تن در اونجا کشته شدن فلان، اینا اصلا اعداد ایرانی است، از 72 بخش یسناست و 72 یسنا از 72 رشته پشم به اصطلاح بزی که در کشتی ها به کمر میبندن در مراسم به اصطلاح صدر پوشی زرتشتیان هنگامی که به سن 13-14 سالگی میرسن، یک بند بلندی از 72 رشته پشمی به کمر میبندن و میپیچن دور کمرشون، بهش میگن کشتی. کشتی ورزش کشتی هم از همین اومده، چون یک چیزی که به کمر هم بسته میشد و میگرفتن در نبرد دو تن به تن. این کشتی در واقع نماد همین بخش مرکزی یسناست که گمان میکردن که این انسان وقتی به 13-14 سالگی میرسه باید گام بگذاره در جهت پذیرش مسئولیت و در خدمت هستی یار و همراه اهورامزدا شدن. از این روی میگفتن کشتی میبندن که 72 رشته داشته، از 72 یسنای اوستا گرفته شده و این عدد 72 هم از اینجا مقدسه در زبان و اندیشه ایرانیان. خب خود یادتون هست که بهتون گفتم که در نیایش ها و سرودهایی که به افتخار
اهورامزدا هست، در همون به اصطلاح یسنها انواع نیایش ها رو هم میبینیم، مثل نیایش آتش، نیایش آب، فرهوشی ها، نیایش زمین و تمام اینها رو در اونجا میتونیم ببینیم. در بخش یسنا نیایش های گوناگونی که ما برای ستایش و سپاسگزاری از اهورامزدا آب و آتش و خاک و بقیه چیزها، خورشید و زمین و همه رو ارج میذاریم و ستایش میکنیم. و یادمونم باشه که به غیر از بخش گات ها، بقیه بخش ها از خود زرتشت نیست، ولی به همون اندازه گات ها اهمیت دارن، چون گفتم یشت ها از نیایش های پیش از دوران مزده یسنای ایرانی تشکیل شده و اونها رو به ما معرفی میکنه. گات ها سروده های خود زرتشت، یسن ها نیایش هاییست که ایرانیان به طور طبیعی انجام میدادن و بعد از آیین زرتشت هم اونها باقی میمونه، که ما میبینیم که امروزه مثلا در هر آتشکده میرید شما آتش نیایش رو در صدر پوشی در جشن صده میبینید، بعد آبانیشت رو در مثلا جشن به مناسبت ایزد آناهیتا در آبان ماه میبینید و همه نیایش های دیگه، نیایش مهر رو دارید که در شب چله داریم و امثال اینها، نیایش هایی در مناسبت های گوناگون در گاهنبارها و جشن های ایرانی ما ایرانیان میخوندیم و ستایش میکردیم، نعمت هایی که به اصطلاح در زمین هست و زندگی ما با این سیستم ها میگرده. خب جالب هست پرسش دیگه، چون من این پرسش ها رو از شما میپرسم به این دلیل شما پاسخ بدین که دیگرانی که این ویدیو رو میبینن به این شکل ساده، خیلی ساده، چون بخوان مطالعه کنن خب اوستا رو به شکل مختلف یا گاتا رو شاید فرصت نکنن، ولی ما اینو به زبان خیلی ساده بیان میشه از زبان شما و این پرسش هایی که پیش میاد برای افراد رو از شما سوال میکنم که اینجا خیلی واضح و روشن باشه. پس در کتاب اوستا هیچ بخشی از این کتاب در مورد کودک همسری، کشتار حیوانات، جنگ و کشت و کشتار، نمیدونم برتری مرد نسبت به زن و یا حتی زن نسبت به مرد، آلودگی محیط زیست، کشت، هر چیزی که نام کشتار، ویرانی و تباهی داشته باشه ما در این کتاب نمیبینیم. کتابی که حتی نامش مقدس هم نیست، کسی به عنوان یک کتاب مقدس ازش نام نمیبره، اما تماما در این کتاب این پیغام فیلسوف بزرگ این هستش که راه نیکوکاری و نیک کردن و آفرینش، یعنی آفریدن، شادی بخشی، نمیدونم هر چیزی که معنی زندگی بهتر رو بده توی این کتاب به کسانی که این کتاب رو باور دارن یا حتی اصلا اخلاقیات رو باور دارن. آفرین، من میخوام همینو بگم، من میخوام بگم که باور به اندیشه زرتشتی باور به یک دین و مذهب نیست، باور به اندیشه ایرانی است. ببینید زرتشت که در خلأ پرورش نیافته بود، زرتشت زاده و بالیده اندیشه ایرانی و کشور ایران و محیط ایرانی بوده و همه اینهایی که شما میبینید، چه اون 17 سرودهی که خود زرتشت سرود و چه بخشهایی که بهتون گفتم مثل یشت ها که حتی از پیش از دوران زرتشت وجود داشته و افسوده شد به اوستا یا به عنوان اوستا در واقع یک کتاب در اومد و چه اون یست ها که نیایش های ایرانی بوده که ایرانیان همیشه انجام میدادن در دوران آیین زرتشت و پس از اون هم انجامشون دادن، اینها ممکنه که مستقیم همه اون بخش های گوناگون اوستا سروده های خود زرتشت نیست، ولی همه اینها فرهنگ ایرانیانه، نیاکان ماست، اون مراسمی که انجام میدادن، اون آیین ها و باورهای مذهبی و اسپریچوال به اصطلاح روحی و روانی و معنوی که داشتن با خدای خودشون قبل از حتی زرتشت، با خدای مثلا مهر، با ایزد مهر یا با هر چیز دیگه، زوروانیزم یا هر چیز دیگه، اینها درش اومده. و بعد در بخش‌های دیگر اوستا که الان داشتم در موردش میگفتم، ویسپرد مثلا، این در واقع یک بخش 23 یا 24 قسمته هست، مجموعه مکمل اون یسناهاست. ویسپرد در واقع
از خودش یک چیز کامل نیست، یک مجموعه تکمیلی به اون یسناهاست. بنا همینم ویسپر دو یسناها رو با هم معمولا یک مجموعه میبینن. و بعد یک بخش دیگری هست، یعنی ببینید این ویسپر به اون یسناها افسوده شده پس از بخش، پس از خود زرتشت سپندمان به عنوان سرویس توسعه یافته نیایش های ایرانی، بهش گفتن ویسپرت. بعد وندی داد در واقع از واژه اوستایی ویدوف تا، ویدوف داتا، ویدوف داتا یعنی چی؟ ویدوف داتا یا وندی داد میگه که چگونه راههایی بیابیم برای گیج کردن اهریمن، میدونین یعنی برای دور کردن اهریمن یا روانهای اهریمنی. و این 19 تا بخش در این وندیداد هست و تنها بخشی که به طور کامل مونده و تمام این در واقع وندیداد، تمام این 19 نسکش از 22 فرگرد درست میشه. قطعاتی هست که به صورت بحث بین اهورامزدا و زرتشت تنظیم شده، اینا رو بعد از زرتشت موبدان اینا رو فراهم آوردن، میگن یعنی اینا اندیشه های زرتشت بین زرتشت و اهورامزدا، این پرسش و پاسخ های دیگری است غیر از گاتا. و از سوی آن برمیگرده درباره مقررات زندگی ایرانیان میگه، مثلا مقررات بهداشتی و پزشکی که داشتن، مراقبت های ویژه‌ای که مثلا فرض کن تدفین و چگونه مردگانمون رو مثلا یا بیمارانمون رو شفا بدیم یا مردگانمون رو دفن کنیم، یا چگونه برای جلوگیری از اهریمن چه کارهایی باید بکنیم، یا در مورد مثلا مالمون باید چه کار کنیم، در مورد دهشمندیمون چه کار کنیم، در مورد ازدواجمون چه کار کنیم، در مورد اهانت‌های رفتار اجتماعی غیر قابل قبول مثل تجاوز و نقض قراردادها یا سوگندنامه‌ها صحبت می‌کنه. در واقع وندیداد یک آیین‌نامه دستورالعمل زندگی انسان‌های ایرانی بوده، هیچ ربطی به اشو زرتشت نداره، اما نباید اینم بندازیمش دور بگیم نه حالا که این مال در واقع خود زرتشت نیست، سروده زرتشت نیست، حالا این کتاب قوانین اخلاقی ایرانیانه باید بندازیمش دور. نه، این یک کتابی است که هم قوانین اخلاقی ایرانیان رو در واقع نشون میداده این بخش، هم ثبت و مراسم اجرای مراسم مذهبی، حالا ازدواج و مرگ و میگم بیماری و نمیدونم اهریمن و چگونه مثلا اهریمن رو از خودمون دور کنیم و چگونه مثلا دست رومون رو باید شوریم در آغاز بامداد، میدونین اینها مجموعی از سیستم نگاه ایرانی است، فلسفه زندگی ایرانی است. درسته که اینها بعد از مردن اشو زرتشت بخش هایی که زندگی ایرانیان رو تشکیل میداده موبدان جمع کردن اومدن و گذاشتن توی مجموعه بزرگ کتابی به نام اوستا، و درسته که اینا سروده زرتشت نیست، ولی فرهنگ ما و شیوه زندگی نیاکانمونه که بهمون نشون میده من و شما نمیتونیم به میل خودمون یه بخش از فرهنگ نیاکانمون رو نگه داریم بعد یه بخش رو بنده دلم نمیخواد، حالا من کی هستم آخه که بردارم یه بخش که من خوشم نمیاد بنزم دو، بعد این نسلای بعدی که نیومدن چی؟ اگه من قرار باشه، ما قرار باشه سلیقه‌ای عمل بکنیم، یه قسمت از فرهنگمون رو بنده خوشم نمیاد بنزم دور، یه قسمت شما دوست نداری میندازی دور، یه قسمت اون یکی ممکن خوشش نیاد، خب بعد نسلای آینده چیزی از فرهنگ نیاکانیشون به دستشون نمیرسه. مهم این نیست که شما اون قسمت قوانین اخلاقی یا مثلا دستورالعمل‌های زندگی و تدفین و ازدواج رو قبول دارید امروز یا نه، ولی مهم اینه که اینها رو ما باید دست نخورده به نسل‌های بعد برسونیم و اونا به نسل‌های بعد، برای که این روند انتقال فرهنگ نیاکانی از چند هزار سال به اکنون به بعد هم ادامه پیدا کنه. برای همین من مخالفم با کسانی که برمیگرم میگن از آیین زرتشت فقط گاتها رو بچسبیم بقیه اوستا رو بریزیم دور، و این اشتباه نه به خاطر باور مذهبی داشتن یا نداشتن یا اصلا این حرفا نیست، مهم اینه که هر چیزی که از فرهنگ به ما رسیده مثل شاهنامه، بنده مهم نیست من خوشم میاد از شاهنامه یا نمیاد، موضوع منظر من نیست، نظرم که ما ایرانی ها هر کس ممکنه خوشش بیاد یا خوشش نه، ولی من و شما آیا میتونیم مثلا کتاب حافظ رو برداریم چهار برگش رو بندازیم دور بعد بگیم من از این چهار برگه خوشم نیومد، من خب این رو بزنم دور بقیهش رو میدم چاپ بکنن از این به بعد؟ خب این که نمیشه، که این فرهنگ دست خورده میشه، این فرهنگ ناقص میشه و به مرور طی سالها از هویت خودش خالی میشه،
الان یه نسل و دو نسل رو نگاه نکنین، قراره که این آیین از 4000 سال پیش، 5000 سال پیش، 6000 سال پیش اندیشه ایرانی به ما امروزه رسیده، قراره تا 12000 سال دیگه، خدا میدونه 20000 سال دیگه هم به نسل‌های بعد برسه. حالا این کی همچین تصمیمی میتونه بگیره؟ این اشتباهه. حالا از داده‌های دیگر بانو افسانه آیین مزد یسنا بهتون گفتم، یکیش مثل همین دست و رو شستن در آغاز بامداد، ما از دوران آیین مهر اینو داشتیم، بلافاصله که ایرانیان گفتن چشممون رو باز میکنیم خورشید هست، ما بایستی دستورتمون رو بشوریم و رومون رو به خورشید که میکنیم به یعنی پاک و پاکیزه درود بفرستیم به خورشید، اینقدر اعتقاد داشتن که بایستی ایرانیان احترام بذارن و پاک باشن جلوی نور و روشنایی. زرتشت هم اینو نگه میداره و در باور مزدایی هم ما اینو داریم که در همین بخشای از اوستام یکی از اصول زندگی ایرانیان دست و رو شستن در آغاز بامداده که ما اینو در غرب نداریم. غربی ها ممکن خیلی اوقات میبینین همجو از خواب که بیدار میشن مسواک میزنن دوش میگیرن، ولی دست رو شستن ممکن نداشته باشن و ممکن همینجوری بدون دست رو شستن برن بشینن سر میز، در حالی که ایرانیان که بیدار میشن بدون دست رو شستن چاشت صبحشون رو نمیخورن. بنابراین این باقی مونده. کسانی هم که حتی به آیین مهر و یزد یسنا باور ندارن درشون مونده. برای همین میبینین چینیا یا ژاپنیا یا کره یا هندیا که آیین مهر یا آیین مزد یسنا رو نداشتن، این دست رو شستن هم توشون دیده نمیشه در آغاز بامداد. حالا یک نکته دیگه، من یک پرسش از شما پرسیدم که جایگاه موسیقی در آیین زرتشت کجا هستش؟ که میدونی که در ایدئولوژی اسلام تمامی از خواب و انسان ستیز اسلام اصلا موسیقی حرامه. حالا اگر از اول اینطور بود یا بعدها طبق احادیث و نمیدونم فتواهایی که صادر شده به این شکل در اومده، ولی میدونیم که اصلا رد میکنن همه کسانی که الان هستن و به عنوان نمایندگان خداوند بر روی زمین دارن مردم رو سر میبرن، گردن میزنن و قتل عام و تجاوز میکنن. میخواستم اینو در آینه در باور زرتشتی جایگاه موسیقی ببینیم. ما در آینه مزد یسنا از آن جایی که تمام زیستبوم برامون زیباست و نگهبانی و نگهداریش برامون واجبه و از اونجایی که فرهنگ ایرانیان فرهنگ شادزیستی بوده، یعنی جز یکی از بنمایه های منش و اخلاق ایرانی که ما بهش میگیم منش و بنمایه های اندیشه ایران شهری امروزه، اول خرد بوده، دوم دادگری بوده، سوم آبادسازی بوده، چهارم آزادگی بوده، پنجم رواداری بوده، ششم شادزیستی بوده و هفتم دهشمندی. حالا علت این که ما ایرانیان اینقدر اهمیت میدادیم به شادزیستی همینه که ما ایرانیان باور داشتیم که ما اومدیم این جهان رو بهتر کنیم و شادزیستی یکی از روش‌هاییست که زندگی ما و زندگی دیگران رو بهتر میکنه، آباد میکنه زندگی ها رو شادی. از این روی هم میبینیم که ما در ایران باستان بزرگترین موسیقیدان ها رو داشتیم مثل باربد و نکیسا و بزرگترین در واقع این هفتگاه موسیقی رو ما ایرانیان به جهانیان ارائه دادیم، برای که ما در ایران تمام سازهای جهان رو داشتیم. یعنی ما از سازهای چکشی، کوبه‌ای، ببینیم چکشی، کوبه‌ای و بسته تاری رو داشتیم در ایران. برای همین هم ما ضرب داشتیم، تار داشتیم، ستار داشتیم که از روش بعدها گیتار گرفته شد. بعد ما سازهای کوبه‌ای هم داشتیم، ما سنتور داشتیم و انواع و اقسام سازهایی که ما داشتیم نشون دهنده و هم حتی چیزی که امروزه در عرب بهش میگن قانون. و بعد میبینیم که تمام اینها متخصصین داشت. ما حتی چنگ ساز ایرانی است و تمام اینها نشون میده که ایرانیان به صورت کاملا تئوریک موسیقی رو میشناختن. یعنی هنگامی که شما به اصطلاح
گاه های گوناگون موسیقی رو یا به اصطلاح چی بهش میگن سازهای گوناگون رو دارید و مثلا فرض کنید سبک مثلا نمیدونم شور دارین، سبک دشتی دارین، اینها رو دارین، این نشون میده که ایرانیان تئوری موسیقی رو کامل میشناختن و با موسیقی زندگی میکردن و حتی اگر که شما شنیده باشید در ایران اومدن، انوشیروان بود فکر میکنم یا اردشیر بود که اومد از هند کولیان رو آورد، نه همون دوران درسته دوران هخامنشی بود که هنگامی که اومدن این یهودیان رو بازگردونن به خونه هاشون از هند کولیان دورگر رو آوردن و گفتن اینا رو همراهی کنی تا برن سر خون و زندگیشون با ساز و دهل و موسیقی که اینا که از بردگی آزاد شدن دچار افسردگی نباشن و شادی به زندگیشون. حالا شما فکر کنید اندیشه ایرانی که تمام هنرها رو ما داشتیم، میدونید که ما هنرهای مجسمه سازی داشتیم، پارچه بافی داشتیم، موسیقی داشتیم، نقاشی داشتیم، ما همه هنرها رو داشتیم، رقص داشتیم، یعنی حرکات موزون و پایکوبی و رقص داشتیم و انواع و اقسام هنرها رو ما در ایران داشتیم. مجسمه سازی میگه مثل کوزه‌گری و اینها ما خیلی زیاد در ایران داشتیم و انواع مجسمه هایی که باقی مونده، جواهرسازی هایی که ما داریم از دوران هخامنشیان و پیش از اون، حتی از دوران شهر سوخته، یعنی 6000 سال پیش ما هنرهای گوناگون در کشورمون دیده شده بوده. اما برعکسش دقیقا در آیین اسلامه. در آیین اسلام میدونید که هنر کلن وجود نداره. کسی بگه هنر اسلامی شما باید حتما وایستید تو روش، برای که اسلام اصلا با هیچ کدوم از این هنرها میانه نه. مجسم سازی که حرامه، شما اصلا نقاشی که حرامه، نمیدونم رقص که اصلا گناه بزرگ کبیره است، آلات موسیقی شما مگه نمیبینید که میگیرن هر جا میگرفتن پاره میکنن و میشکنن و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی همین امروز هم تا نشون دادن آلات موسیقی حرامه و نمیدونم گروه ارکستر رو نشون نباید بدن که نشستن و ساز دستشونه، خوانندگی که میبینیم حرامه، تئاتر که اصلا در اسلام وجود نداشته، نمایش و این حرفا از ایران رفت و بعدم اگه یادتون باشه ایرانیان اومدن اون جریان نمیدونم برای امام حسین اون چی اسمش این که توی تعزیه، بله تعزیه را بونا، اینا همه هنرهای ایرانی است. اسلام اصلا با هنر بیگانه است و همه اینها رو گناه میدونه. در نتیجه هنر اسلامی اصلا معنی نمیده. هنر ایرانی ما داریم که پس از اسلام ایرانیان این هنرها رو نشون دادن که دیدین کاشیکاری های مسجد رو کردن چون نمیتونستن نقاشی کنن، چون نمیتونستن همه اینها در مملکت اسلام زده حرام شده بود، می اومدن هنرهای خودشون رو توی مساجد به نمایش میذاشتن. برای همینم تو تمام مساجد ایران علامت سواستیکا یا اون صلیب شکسته رو نقش‌های مساجد یواشکی ایرانیان اومدن اونو به عنوان نقش‌های پنهان گذاشتن که امروزه برمیگشتن گفتن اینا نوشته شده علی، علی و الله و اینا، به نام علی و الله اومده بودن سواستیکا رو تمام علی به نام علی و الله. واقعا بعض هندوها خربوزه، خیار، سیب زمینی، هویج ما میبینیم که همش تخم و مرغ خیلی جاها حک شده. اینا قدرت خداست. حالا بله و جالبه که ایرانیان اومدن در روی دیوارهای مساجد این نقش‌ها رو، نقش‌های ایرانی رو، همون گونه که سر سمبل آزادگی بوده در ایران، سر رو اومدن در پس از چون نقاشی دیگه نمیتونستن بکنن، اومدن در پارچه بافی‌ها و لباس‌ها و فرش‌های ایرانی نقش سر رو انداختن، همون گونه که بهتون گفتم نقش سواستیکا که از آینه مهر، چهار آخشیج، آب و آتش و باد و خاک رو در واقع نشون میدادن رو انداختن روی دیوارهای مساجد به اسم این که ما داریم طرح الله و این حرفا رو میندازیم. و برای همین بهترین نمونه هنرهای ایرانی رفت صرف امامزاده ها و مساجد و اینها شد، چون جای دیگه فرصت و عرصه ظهور پیدا نمیکرد جامعه اسلامی و میدیدید که تنها در جامعه اسلام زده مثلا در میکده ها هم یهودی ها اداره میکردن، میدیدین یه تار نوازی میتونست اونجا بشینه که توی اشعار حافظ و سعدی بسیار زیاد دیده میشه که درباره خرابات که صحبت میکنن، خرابات میدونین یعنی چی؟ یعنی خورابات، یعنی جایی که خورشید اونجا هست و خرابات در واقع به محرابه ها میگفتن و چون اینها میرفتن در جایی که در واقع در
میکده هایی که صحابای اینا غیر مسلمان بودن، حالا یا یهودیان بودن و پس از اونم که مسیحیانی اومدن به ایران آورده شدن از ارمنستان، مسیحیان اینجور اماکن اداره می کردن، برای همین به اینجور جاها گفتن خرابات، از خورابات یا سرزمین مهر، خورشید، جایی که نور هست، موسیقی هست، رقص هست، روشنایی هست، شراب هست، یعنی سیستم زندگی ایرانی دقیقا در اونجا برقرار بود. و چقدر این ایدئولوژی اسلام نابود کرده اون همه روشنایی، اون همه زیبایی، اون همه شادی، اون همه اندیشه های زیبا و نیکو رو، و تماما جایگزین شده این چیزی که امروز داریم میبینیم. یعنی به وضوح ما داریم توی ایران، توی جهان اسلام، اصلا جهان اسلام واقعا چیزی، یعنی سوغاتی جز تباهی برای مردمون مملکتشون نداشتن. و امروزه چقدر جای تأسف داره کسایی که دارن این صحبت ها رو میشنون و این ویدیو رو بعدا خواهند دید، چقدر غم انگیزه که ما دست برداریم از اون همه زیبایی، اون همه نیکویی و بچسبیم به یک ایدئولوژی که هیچ پیامدی، هیچ دستاوردی جز نابودی برای ما نداشت. دقیقا. من یک نکته دیگرم بگم اینجا. بنیاد آیین مهر که ما در برنامه پیش درش صحبت کردیم 4 تا اصل داشت. نخست ایزد مهر بود، دوم تاریکی در برابر روشنایی، یعنی روز در برابر شب، روشنایی در برابر تاریکی رو داشتیم. سوم عدد 365 که چرخش زمین به دور مهر بود و ما میدونستیم از دوران مهر. و چهارم گردونه مهر یا سواستیکا، همون صلیب شکسته که ما امروز به نام صلیب شکسته میشناسیم و در واقع از گردونه مهر و آیین مهر ایرانیان اومده و سمبول 4 آخشیجه، بهتون گفتم آب و آتش و باد و خاک هست. این 4 در آیین مهر وجود داشته. در آیین مزدیسنا زرتشت آمد، ایزد مهر رو با اهورامزدا جایگزین کرد. تاریکی در برابر روشنایی یا روشنایی در برابر تاریکی که در آیین مهر بود و تبدیل کرد به انگرمینو و سپنتامینو، یعنی سرشت فزاینده و سرشت خشمگین یا بد، که اهریمن و در واقع در برابر نیکی، نیک و بد رو اینگونه مورد به جای تاریکی روشنایی گذاشت، نیک و بد. و بعد عدد 3 رو که تعداد 365، یعنی تعداد، یعنی عدد 365 که از 3 عدد درست می شد و تعداد روزهای سال بود در آیین مهر رو اومد تبدیل کرد به سمبول 3 رو تبدیل کرد به سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک در آیین مزدیسنا. و 4 آخشیج، یعنی همون سواستیکا یا آب و باد و آتش و خاک که عناصر زمین هستن، در واقع در هستی هستند، رو از آیین مهر نگه داشت در باور آیین باور مزدیسنا و اینها رو در یشتها و یشتها ستایش های درباره شون گذاشت و اینها رو نگهداریشون رو که همون زیست بوم باشه واجب شمرد و گفت انسان ها بایستی در کنار اهورامزدا از تمام آنچه در هستی هست نگهداری کنم. بعد هنگامی که زرتشت، میدونیم که خب اون موقع ثروتی که نبوده و در واقع میتونیم مدیا و تبلیغاتی هم که نبوده، شما برای که بتونی یک فلسفه یا یک اندیشه رو به مردم نشون بدید باید از درباری، از جایی، از افراد پرنفوذ خواهش میکردید که به حرفتون گوش کنن و اگر خوششون میاد این سخن رو گسترش بدن. زرتشت هنگامی که میره به دربار شاه بیشتاس در بلخ، خب ایران میدونید که تا اونجا بوده، درفش افراشته میترا رو یا همین درفش 4 آخشیجی که علامت 4 که میبینید و اون مهری که در اون وسط میبینید از اندیشه های مهری بود و مهریان باور داشتن که این 4 عنصر نگهبانان جهان هستن و نگه میدارن زندگی رو، برد اونجا، دستش گرفت و اونجا برد. این درفش که به امروزه به نام درفش کاویان یا درفش کوی، کی یعنی شاه، کاویان یعنی درفش شاهی، و شاهان ایرانی چون اون موقع هنوز مهر باور بودن، این درفش کاویانی از اون دوران در ایران از آیین مهر بوده. بنابراین زرتشت رفت و با این درفش در دستش و 2 سرو، چون سمبول سبزی و زندگی و از اون پس هم شد سرو سمبول آزادگی در ایرانیان و سمبول
زیست بوم ما اینها رو دستش گرفت و برد پیش ویشتاس و اندیشه فلسفی خودش رو در میان گذاشت. گفت من فکر میکنم که اگر این جهانی آفریده شده بایستی یک دانای برتری وجود داشته باشه، من اون رو اهورامزدا یا دانای دانایان نامیدم و این گونه است و این گونه است و این گونه است و این گونه است. سیستم اندیشه فلسفیش و نگاهش رو با ویشتاس در میان گذاشت و ویشتاس بید چقدر این اندیشه میتونه نکته فلسفی جالبی باشه که جایگزین آینه مهر بشه. و بعد از اون دیدیم که آمد و شاه ویشتاس اندیشه های فلسفی و گاتهای زرتشت رو تکثیر کرد و به سراسر ایران فرستاد و این اندیشه رو گستروندن، این فلسفه و جهانبینی زندگی رو گستروندن. و یکی از نکات زیبایی که در آیین مزدی اسنا هست که این هم زرتشت گذاشت، گفت زرتشت هر یک فرزندی که در روی کره خاکی به دنیا میاد و به ویژه حالا در اون زمان در ایران زمین، بازوانی هستند برای کمک به اهورامزدا در آباد ساختن جهان. بنابراین زادروز هر فرزند به کره زمین رو جشن و پایکوبی بگیرید و از آن زمان ما ایرانیان زادروز فرزندانمون رو جشن گرفتیم و تا آخر زندگی این جشن زادروز رو ما ایرانیان پایه‌گذاری کردیم که هر سال زادروز فرد رو جشن میگیریم، نه به خاطر اینکه تو یک فرد فقط زاده شدی، به خاطر اینکه یک بازو برای سازندگی به این جهان در کنار و همکاری اهورامزدا اضافه شده و هر یک نفر، هر یک فرزند ایران زمین نگهبانان این هستی هستند و زیبایی می آفرینند در روی زمین. از این روی ما ایرانیان به همه مردم جهان جشن زادروز رو هم مانند حلقه ازدواج که از حلقه مهر و پیمان مهری به جهانیان نشون دادیم و یاد دادیم، زادروز رو هم جشنی بوده که ایرانیان به جهانیان نشون دادن. و جالبه که در تاریخ هرودوت آمده که ایرانیان معلوم نیست چرا بچه دار که میشن انقدر جشن میگیرن به ازای، حالا در فرهنگ یونان و موقع اصلا زنان و بچه ها و اینها به حساب نمی اومدن، یعنی زن در آینه در یونان و روم باستان در رده دیوانه، برده و حیوانات بوده، یعنی اینقدر زن سطحش پایین بوده و اصلا آدم حسابش نمی کردن. اونجا برای خودش فقط وجود داشته. از این روی هم هست که در به اصطلاح انتخاباتشون که حق رأی، به اصطلاح اون دموکراسی آتنی، حق رأی رو فقط مردان ثروتمند یعنی زمیندار، مالدار و غیر برده حق و یونانی حق شرکت در انتخابات رو داشتن، یعنی حق این رو داشتن که دو دموکراسی به اصطلاح خودشون دموکراسی آتنی این بوده مفهومش. زنان دیوانگان و مردان غیر مالدار و افراد غیر یونانی اجازه نداشتن در اون یونان، در آتن اون موقع حق انتخاب، شرکت در انتخابات و رأی دادن حالا داشته باشن. در حالی بودش که در ایران باستان زنان ما حق انتخاب همسر داشتن، درسته؟ زنان ما که حق انتخاب همسر داشتن هیچی. شما ببینیم برای زادروز فرزندمون بچه‌ای که اصلا برای اونا به هیچ حساب نمی‌شده، دیگه زنی که به هیچ حساب نمی‌شده، فکر کنید بچه که دیگه اصلا عددی نبوده براش، ما اونو جشن می‌گرفتیم. و اینقدر این موضوع مهم بوده، زاده شدن اهمیت داشته و نقش زن و نقش مادری اهمیت داشته، که در روی لوحه‌های بازمانده در از تخت جمشید که اکنون در دانشگاه شیکاگو هست و شاید الان منتقل شده باشه به موزه شیکاگو، روی این الواح گلی که باقی مونده نوشته شده که زنانی که کار میکنن در ساخت مثلا تخت جمشید یا در ساخت در هر جایی که کار مشغول کار بودن در پایتخت ایران، اینا نوشته شده میزان حقوقشون، ساعت‌های کارشون، مرخصی‌هاشون و جز تمام چیزهایی که روی اینها نوشته شده که الوه ها هر کدوم هر کارگر یا هر کارمند یا هر کسی که اونجا مشغول خدمت بوده یک لوحه داشته که این میشده فایل به اصطلاح پرونده استخدامی افراد، هر کسی یه دونه داشته. بعد قسمتی که مال زنان بوده هم نوشته شده که مثلا این زن مادر شده اینقدر به خاطر زاداوریش، به خاطر فرزندی که آورده بهش مثلا پاداش داده شده و اینقدر هم به حقوقش دستمزدش اضافه میشه به خاطری که نقش مادری هم به نقش‌های دیگر این زن، این بانو اضافه شده.
ببینید چقدر تفاوت نگاه. یک بازو برای اهورامزدا بر روی زمین برای آبادانی برخلاف زاییدن دختر برای زنان در نمیگم عرب، در دید اسلام زاییدن دختر جرم محسوب میشده و حتی دختران رو زنده گور میکردن و زاییدن پسر هم یک بازو بوده برای به دست گرفتن شمشیر برای کشتار پناه خدا. و بعد نکته مهمتر فقط در اسلام اینطور نبوده. شما همین اکنون در چین تا زمانی که سیاست تک فرزندی بود چینی ها بچه دختر به دنیا می آوردن می کشتن که پسر داشته باشن. یعنی انقدر براشون پسر مهم بود برای اینکه می گفتن این نام خانوادگی ما بمونه، در حالی که ایرانیان اصلا نگاهمون، ما همواره ایرانیان به زن و مرد یکسان بوده، نه زن ارزشمندتر نه مرد ارزشمندتر، نگاه انسانی داشتیم. ولی فقط از این روی که زنان زحمت مادری رو باید میکشیدن همیشه به حقوقشون اضافه میشد و ما مرخصی زایمان هم داشتیم. در جهان ما نخستین کشوری هستیم که در 2500 سال پیش مرخصی زایمان برای زنانی که زایمانی میکردن و مشغول کار بودن، اینا بهشون مثلا، حالا نمیدونم باید اون لوحه ها رو دقیق بخونیم، ولی من میدونم که در اون لوحه ها نوشته شده به خاطر که من مادرم باستانشناسن و اینا اون زمانی که این لوحه ها کشف شد و از ایران برده شد برای خونده شدن خط میخی های اینها رو بخونن در دانشگاه شیکاگو، چون آمریکایی ها اون پروژه بزرگ اکتشافات تخت جمشید رو داشتن، این لوحه ها که پیدا شد مستقیم با باکس های خیلی بزرگ اینا رو چه جوری بسته‌بندی کردن و اون موقع فرستادن برای خوندن، که بعد که انقلاب شد دیگه برنگشت به ایران. و من چقدر خوشحالم که اینها نگشت به ایران، برای که الان آخوندها مثل بقیه آثار موزه ایران باستان و بقیه جاها اینا رو برده بودن و خالی کرده بودن و فروخته بودن و از بین برده بودن. ولی خلاصه در روی اینها نوشته شده بوده که زنان هم به ازای داشتن فرزند یک مبلغی بهشون چشم روشنی داده میشه به خاطر بچه دار شدن، و هم به خاطر اینکه حقوقشون افزایش پیدا میکنه به خاطر نقش مادری، و هم به خاطر اینکه این زنان مرخصی زایمانی براشون در نظر گرفته میشده. حالا من نمیدونم یک ماه بوده، دو ماه بوده، هرچی، و این مرخصی ها با حقوق بوده. این خیلی نکته جالبی است. و اینها همه از کجا در میاد بانو؟ اینها از نگاه ایرانی است، اینها فلسفه زندگی ایرانی است، اینکه ما به مردم ایران اینقدر تاکید میکنیم شما باید از نوع ایرانی بشین، هویت ایرانی باید بازیابی بشه. از این رویه برخی میگن که حالا اینها که تاریخ بوده، اینا گذشته بوده دیگه، اصلا اثری تو زندگیمون نداره. چرا داره؟ برای که این هویت رو ما اگه دوباره پیدا کنیم، دوباره سربلندی در انتظارمونه. ما با هویت اسلامی فعلی به هیچ جا نمیرسیم، کما اینکه نرسیدیم، کما اینکه 1500 سال ما یه سنگ رو سنگ نتونستیم تو ایران بذاریم. هر آنچه که از عزت و افتخار و سربلندی و شکوه در ایران مونده از دوران پیش از اسلام، شما الان یک توریست خارجی بیاد ایران به غیر از اصفهان که اونم شاه اسماعیل به خاطر ورود سفرهای خارجی مجبور بود یک پایتخت ظاهری رو درست بکنه، یک شهر رو حداقل درست بکنه که سفرهای خارجی که پاشون به ایران وا شده بود آبروریزی نشه، همش خشت و گل و بیابون نباشه، یه اصفهانی رو ساختن. به غیر از اون دوران در 1400 سال گذشته پیش از مثلا دوران صفویه چی شما میبینین ساخته شده بود در ایران؟ هیچی. هر چی ما داریم میخوایم بریم طاق بستان رو نشون بدیم، میخوایم بریم تخت جمشید رو نشون بدیم، پاسارگاد رو نشون بدیم، گنجنامه رو در همدان نشون بدیم، ما هر چی که میگیم یا شوش و شوشتر اون آسیاب‌های آبی رو میخوایم نشون بدیم، یا چوغازنبیل رو میخوایم نشون بدیم، هر جا رو ما میخوایم نشون بدیم در تمدن پیش از اسلاممونه. و دقیقاً در این 1400 سال اجازه ندادن چیزی ساخته بشه، هرچی که اومد ساخته بشه که حمله میکردن و میسوزوندن و خراب میکردن و ترک میومد و مغول میرفت و سلجوقیان اومدن و خوارزمشاهیان رفتن و محمود افغان حمله کرد و دیگه هرچی که تونستن خاک ایران شخم زدن و هر آنچه هم که بود سوزوندن و تخریب کردن و از بین بردن. بنابراین این نشون میده که ما اگر اون هویت رو بگیریم، و هویت چیزی نیست که هیچوقت قدیمی بشه، اگر که به کسی بخواد بگه ما اندیشه ایران شهریمون قدیمیه، پس دموکراسی هم باید قدیمی باشه دیگه. چرا پس سنگ دموکراسی رو به سینه میزنین؟ دموکراسی که مال آتن مال 2000 سال پیشه، چطور دموکراسی به روزه؟ جمهوری که اومده از آتن باستان، جمهوری به روزه اندیشه جمهوریت.
ولی اندیشه ایران شهری فقط مشکل داره، این قدیمیه، اینو باید بندازیم دور، بقیه همه چیز خوبه، مال همه غرب باشه، مال شرق باشه، مال هر جا باشه خوبه، فقط باید اندیشه های ایرانی رو نقد و به اصطلاح منفی بدونن و به اصطلاح کنار بذارن و بگن اینا گذشته و اینا قدیمیه و دیگه به درد زندگی امروز نمیخوره. من خیلی واقعا لذت بردم از صحبت های شما و طبق معمول و باز هم افسوس میخورم، باز هم قلب آدم میشکنه، واقعا بغضت میگیره که چی بودیم و چی شدیم. البته این خصلت ایرانیان هستش که هر زمانی که بعد از حمله اعراب به ایران درست. هر زمانی که به این شکل دیگه به اوج خفت و خاری و بدبختی رسیدیم، دوباره از خاکستر خودمون بلند میشیم و انگار اون غیرت و شرافت ایرانیه که این بیکرامتی و این همه تحقیر رو تاب نمیاره و بر میگرده و اصل خودش و دوباره از نو میسازه. مطمئنم با روشنگریه که دوستان اساتید گرامی در زمینه تاریخ و فرهنگ دارن انجام میدن و حالا هر کدوم به سهم خودشون و به نحو خودشون، مطمئنم دوباره مردم ما به این باور خواهند رسید. باوری که 42 سال ما میگیم 1400 سال، ولی 42 سال دیگه اوج اون ویرانگریه، دوباره این باور در ما به وجود خواهد اومد، در جوانان به وجود اومده، حتی در من با کسانی که هستن در سالخوردگانی که پشیمونم از این که چه کردن با ایران و با ایرانی. و با امید روزی که ما بتونیم که خیلی زمانش دیگه بیشتر از این نباید باشه، چون ما خیلی از دست بودیم، 1400 سال از دست بودیم. و بازم میگم این 42 سال اوج بدبختی و ویرانی بود. ما برگردیم به اصل خودمون، به ریشه خودمون و برگردیم به اون چیزی که بودیم. یعنی کی گفته اگر که خیلی از جهان وطنی ها میگن که به قول شما حتی پادشاهی دیگه قدیمی شده، اما ما تازه برمیگردیم به اخلاقیات، برمیگردیم به اون شرافت ایرانی که داشتیم و مطمئنا روزی دوباره ما سربلند خواهیم شد در جهان و با امید اون روز. درست. ما باید از اول چرخ و لازم نیست ما اختراع بکنیم، چرخ خیلی وقت اختراع شده، اندیشه ایرانی خیلی وقته که بوده در این کشور و پاسخ داده و بومیه و وارداتی نیست. هیچ چیزی یک ملت رو به اندازه این که اندیشه های خودش و هویت خودش رو بگیره دستش و از اون طریق بسازه کشورش رو، موجب سربلندی اون ملت نمیشه و پایدار نمیمونه. ما اندیشه های وارداتی بسیاری رو دیدیم، مثل اندیشه های چپ، این اون اندیشه های قاطی پاتی زیادی که تو این سالها نه فقط تو ایران، تو کشورهای مختلف گسترش پیدا کرد و هر جا رفت با شکست مواجه شد. این نشون میده که یک اندیشه رو یک ملت باید روی فرهنگ خودش، روی ذات خودش، روی ارزش‌ها و باورهای خودش بسازه و اون هست که برای اون جامعه کار خواهد کرد. هیچ دلیلی نداره که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و فمینیسم و این حرفا که ممکنه برای یک کشورهای کار بکنه، در کشور من هم مدینه فاضله ایجاد میکنه. چنین چیزی نیست و نشون داده شده که تاکنون غیر از این بوده. سپاس ازتون، سپاس از همه بینندگانی که این برنامه رو دیدن و تا برنامه. سپاس از شما بابی آرتمیس که تشریف آوردین و ما دوباره از صحبت شما استفاده کردیم. اگر که اجازه بدین موضوع برنامه بعد رو الان مشخص کنیم برای بیننده ها. من نظر شخصی من این هستش که یک تا پرستی یا همون دین زرتشتیان یا و اسلام، مقایسه این دو بله نگاه ایران شهری و نگاه اسلامی رو در برنامه آینده مقایسه. و اینکه چه پیامدهایی که اسلام برای ایران، جامعه ایران و مملکت ما داشته و دستاوردهایی که یکتاپرستی و مذهب‌پرستی برای ما در ایران قبل از اسلام داشته. این رو اگر اجازه بدید در تفاوت نگاه ایران شهری و نگاه اسلامی. سپاس از شما، خیلی خیلی لطف کردی و خیلی استفاده کردی از صحبتاتون. راه در جهان یکیست و آن راه راست. پاینده ایران زنده باشید، با امید پیروزی پاینده ایران جاوید شاه بدرود.